سلام، من زندانی سیاسی هستم که از چنگ رژیم آخوندی به خاطر همین اعداما وطن عزیزم رو ترک کردم. پسر من رضا الان یک ماه من ازش خبر ندارم. بچه منو بردم با اون حالی که سکته کرده بود، تو مغزش لخته خون بوده، از دماغش خون می اومد. بچه منو بردن، هیچ پیدا نیست. منو به خاطر که میخواستن دستگیر کنم، من فهمیدم فرار کردم، رفتن خونه و زندگی منو گرفتن، چرا که من یه مادر یه اشرفی هستم. این همه بلا به سر ما میارم. منو بارها تهدید به اعدام کردن، گفتم مثل آقای علی صارمی اعدامت میکنیم اگه بخوای روی خواسته های خودت، یعنی روی عقیده خودت پافشاری کنی. چرا باید اینجور باشه؟ این مجامع بین المللی حقوق بشری خشنگ با چشم و دل جان برم نگاه کنم ببینم مردم ایران چی میخوان، چی میکشن، اصلا چی میخوان، خواسته چون چیه. چرا رژیم ایران اعدام میکنه، اینقدر اعدام ها رو گسترده کرده، این همه زندانی ها رو اعدام میکنه، برای چی؟ به رضا ده آذر 88 از توی خونه صبح ساعت 7:30 به شما با چند تا ماشین حمله کردن خونه ما در زمانی که رضا خواب بوده. وارد خونمون شدن، به این شیوه چیز شدن که ما اومدیم صندوق و صدقات رو ببریم. وقتی که در براشون باز کردم حمله کردن، اومدن داخل خونمون. رضا اون زمان پا شکسته بود، رضا رو با پای شکسته جلوی چشم خودم دشخیمی که همراهشون بود به نام صفوی، پای بچه هم دراز شده بود، گفت پامو بذارم رو زانوت رو بشکنم خوردش کنن، به من بگو ببینم تیر از کجای پات خورده. من گفتم تیر تو قلب تو خورده، چرا تیر بخوره به پای پسرم؟ بعد ساعت 7:30 اومدن تا ساعت 11 کل خونه ما رو به هم زدن، بعد پسرمو بردن. من اعتراض کردم، گفتم حالا که شما پسرم بردین، من میرم جلوی سازمان ملل، جلوی حقوق بشر شما، یعنی داخل ایران خودم آتیش میکشم، چرا پسرم میبرین؟ پای پسرم شکستش. بعد گفته که حالا تو سب کن، ما مرتدین با رضا رو میبریم. بعد چند روز بعدش، یعنی 6 روز بعدش، ساعت 12 ظهر اومدن منو بردن، یعنی میشد 16 آذر 88 منو بردن. به خاطر اعتراضاتم، به خاطر مادر یه اشرفی بودم، منو 1 سال توی زندان نگه داشتن. یعنی من پارسال 11 آذر باید آزاد می شدم، منو نگه داشتن، دختر کوچیکترمو دستگیر کردن، منو 1 هفته اضافه داخل زندان نگه داشتن، با اینکه من تو زندان دوچار سکته شده بودم، خودشون می دونستن من بیمارم. دخترمو گرفتن، یعنی به قول خودشون به من گفته که مثلا یعنی اینو گرفتم من سکته کنم، دوباره دخترمو آوردن نگه داشتن. رضا توی مارمزون دوچار سکته شد، بعد اینا جایی که اینو ببرن درمان کنن، اینو 15 روز بردن توی سلول نگه داشتن، یعنی توی تک سلول تو بند اندرزگاه تنگ، خیلی جای نامناسبیه. بعد اینو نگرش داشتم، باز من اعتراض کردم، رفتم یک بار اونجا ملاقات گرفتم، رضا رو دیدم، بعد دوباره اینا برگردوندن اونجا. رضا چند روز با اون حالی که سکته کرده بود اعتصاب کرد، دوباره برگردوندنش توی بنک، یعنی همون اندرزگاه سالن 12. مجددت رضا حالش بد شد، دوباره جایی که ببرن اینو توی بیمارستان بخوابونن، رضا رو دوباره انتقال دادن به بند سپاه. حالا که گفتن تا وقتی مادرش یعنی بر نگرده ما اینو آزاد نمی کنیم. خونه منو، خونه ای که درش زندگی می کردیم، خونه ما رو گرفتن. بعد پدرش رفت ملاقاتش، پدرش رو را ندادن،
دیگه همه دیگه پدرش از خونه بیرون کردن، خونه رو گرفتن که فشار به روی ما بیارن، یعنی ما از خواسته های خودمون کوتاه بیایم، ما از خواسته های خودمون کوتاه نمیایم. میخوام آقای اوباما هم صدای منو بشنوه، انشالله بدونه با اشرفی های عزیز ما با مجاهدین چی کار کرده، با نگرداشتن اسمشون توی لیست. این همه فشار توی ایران روی خانواده ها هستش. مثلا خانم کبرا بنازاده مادر دو تا اشرفی، خواهر چند تا اشرفی و شهید اشرفی هستن و داخل ایران هم برادرشون شهید شده بود، یا برادرش الان دو ساله، نزدیک به دو ساله توی هنوز 209 هستش. اون خانم کبرا، خانم کبرا بنازاده بیماره، خیلی هم بیماره، چون با من توی یه اتاق بودیم. اینو حتی خودشون همون رژیم خودشون این گفت این دیگه تحمل کیفر نداره، ولی اینو نگر داشتن. ما همه این چیزایی که میکشیم، همه این بلاهایی که میکشیم، اینه که اسم بچه های ما را آقای اوباما تو لیست نگر داشته.